بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. اللهم أيد حماة الدين لا سيما قائدنا الخامنه‌ای إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرضی که داشتم اگر إن شاء الله رحمان توفیقی بشه طی این جلسه و جلسه بعد که جلسه پایانی امسال هست تمام بشه که بعد بحث حدیث معراج شروع بکنیم، محصل این شد که به خدمت رفقا عرض کردم در مکتب تربیتی مرحوم ملا حسین قلی اون چه که محور اصلی هست بحث مراقبه است و لذا در بحث مراقبه خدمت رفقا عرض کردم که می باید از ظواهر شرع مقدس شروع بشه و همینطور به صورت هلالی و به صورت حالا تعبیر دیگر حلزونی این مراتب مراقبه از ظاهر شرع مقدس به مراتب باطن شرع مقدس سیر میکنه و دستورات از ظواهر که عبارت میشود از حفظ حلال و حرام الهی به مراتب حفظ مکروهات و مستحبات تا طی مباحات و مباحات رو منتقل کردن به یکی از دو امر واجب یا حرام به اصطلاح منتقل میشه. چند تا نکته خیلی حساس تو اینجاست که رفقا چون ممکنه تو این فضا قبلا نبودن هی تکرار میکنم و اون این که رفقا در نظر داشته باشن اون چه از دستورات داده میشود برای کسانی است که به ترتیب این دستورات رو اجرا میکنن، لذا اگر دستوراتی که امشب میخوام عرض کنم یه مقدار دقیق تر میشه این برای کسانی است که مرحله اول مراقبه رو مثلا طی کردن. بنابراین باید همه اینها زیر نظر استاد باشه که استاد وقتی ببینه که شاگرد مرحله اول رو طی کرد و آثار مرحله اول برای او ظاهر شد مرحله دوم رو به او خواهد گفت. و الا ما در دستورات فراوان داریم که حضرات ائمه علیهم السلام نهی میکردن از فشار آوردن به اصطلاح غیر متعارف به نفس و این اثر منفی داره، لذا این دستورات تماماً در اساس اون مرتبه مراقب است. علی حال دفعه گذشته یک نکته ای رو عرض کردم با الهام از این روایت شریفه امام صادق علیه السلام که حضرت خطاب به سماعت ابن مهران که فرمودن عقل و جهل اول مخلوقاتی بودند که خداوند اونها رو خلق کرد و بعد عقل شد نماد عبودیت و تعبد در درگاه الهی و جهل شد نماد استکبار و عناد در درگاه الهی. هر یک از اینها از خداوند جنودی رو طلب کردن، جنود عقل رو حضرت شمردن که فراوان بود، من بخشش رو عرض کردم، جنود جهل هم مقابلش بود. درست؟ از اینجا نکته اساسی رو مرحوم علامه بیان می‌فرمودن که حضرت استاد به این تکیه زیاد می‌کردن، می‌گفتن این جنود عقل و جهل که اگر اشتباه نکنم 70 و چند تا بود دفعه گذشته عرض کردیم، چند تا 75 تا بود، بله حضرت استاد می‌فرمودن این 75 تا که یکیش مثلا همین آخریا شما در نظر بگیرید، حضرت اشاره می‌کنن می‌فرمایند ایمان ضدش کفره و تصدیق ضدش انکاره، امید ضدش یأسه. هر یه دونه از اینا بخواد اجرا بشه و آثار ظاهر بشه سالها در سالک طول میکشه. پس مسلم مراد حضرت از این که بیان فرمودن این تعداد رو این نبود که شخص دونه بدونه این جنود عقل و جهل رو بخواد در نظر بگیره، بلکه ما میبینیم در مکتب تربیتی این بزرگواران به خصوص ملهم از حضرات ائمه یک سلسله جنودی رو برای عقل و جهل ذکر میکردن که اینها فرماندهی کل رو داشتن به تعبیر حضرات، که اگر کسی اون فرماندهی کل رو بتواند مبارزه بکند در جنود جهل و بتواند در تحت اطاعت اون فرماندهی کلان در جنود عقل قرار بگیرد، این آدم میتونه تمام این جنود جهل و عقل رو کنترل کنه. لذا ما میبینیم مراقبات شکل میگیره.
بنده همینجا یک نکته خدمت عزیزانم عرض بکنم. مراقبات در دستورات مرحوم علامه 4 مرحله بیشتر نبوده. یعنی مراقبه مرحله اول عبارت بود از اینکه امشب عرض میکنم همون رعایت حدود الهی، حلال و حرام الهی و خلاصه متعبد شدن به ظواهر شرع مقدس. مراقبه مرحله دوم عبارت میشد از مراقبه بر اصطلاحا بهش میگفتن ثواب، یعنی اینکه انسان مکروهات و مستحبات و هم مقید باشه عمل بکنه. مراقبه مرحله سوم عبارت میشد بعد مراقبه بر مرحله رضا، یعنی انسان آنچه در طول زندگی از صبح تا شب شروع میکند عمل کند برای رضای خدا باشد. مراقبه آخر که دیگه به اصطلاح بعد از سالها به بعضی محدود میفرمودن مراقبه بر حضور. خب ببینید به حسب ظاهر این مراقبات تو لسان ظاهر شرع مقدس و در میان افواه عادی مردم هم فراوونه. یعنی من برای رضای خدا کار میکنم، نمیدونم من ثواب اصلا علل و شرایط سراسر کتابش برای ثواب و عقاب دیگه. پس اینی که در مراقبات این تناسب رو بستن به این سادگی ها نبوده. به خصوص مراقبه مرحله آخر رو میگفتن برای کسانی که تقریبا همه دستورات رو به لحاظ عملی طی کرده بودن، اون آخرین مرحله دستور حضور میدادن. در حالی که ما دائما شما میبینید اصطلاحاتی که هستش ما در محضر حقیم، در حضور پروردگانیم، از خدایی که در اون حاضر ناظره بترسیم، خیلی فرق بین این بیان ها. بعد نکته زیباتری که میخوام عرض کنم خدمت رفقا اینه که این 4 مرحله رو حضرت استاد میفرمود ما خدمت مرحوم علامه که میرفتیم این 4 مرحله رو که ایشون به ما اوائلشون میگفت ما رو رها میکرد. و بعد اگر آثارش بعد از سالها ظاهر میشد یکی رو بعد به زحمت با توضیحات میگفت باز رها میکرد. یعنی خلاصه میخوام عرض بکنم این 4 مرحله که حالا از نامه مرحوم آمیز جواد آقام که خدمتون میخونم معلوم میشه، مرحوم آمیز جواد آقام پیداست که استادها اینقدر به شاگرد رسیدگی نمیکردن، بلکه میگفتن رهاشون میکردن، میگذاشتن خود شاگرد رشد بکنه. بعد ایشون میگفت من وقتی که بعد از مرحوم علامه شاگردای خود مرحوم علامه و دیگران مراجعه کردن دیدم اصلا در روزگار ما اینکه دارم عرض میکنم ولی چند سال پیشه، بیش از 40 سال پیشه با 50 سال پیشه، ایشون میگفت دیدم در روزگار ما اصلا این روش جواب نمیده و اغلب میمونن. لذا ایشون میگفت من 4 مرحله رو تبدیل کردم به مراحل فراوان، به نظرم بوده 24 مرحله. و بنده حالا میخوام خدمت شما عرض بکنم که البته ایشون گفت 24 مرحله برای بعضی ها جواب داد، ولی میخوام خدمت شما عرض بکنم این که میخوام اهمیت این دستورات مراقبه رو بگم به خاطر این میگم که الان بنده تجربه کردم 24 مرحله هم جواب نمیده. یعنی انقدر جامعه متشتت شده، انقدر بچه های خوب، ما اصلا صحبتمون بچه های حزب اللهی است که الحمدلله امثال شما، انقدر روزگار تحت کدورت و فشار و این ابتلاعات زیاد شده که 24 مرحله هم بنده نادر دیدم کسانی بتوانن کاری انجام بدن. بنابراین ساده نگیرید این دستورات رو. بنده که اینهایی که عرض میکنم میبینید خیلی مطالب روشن پیش پا افتاده است، ولی در عمل بسیار مشکله. خب رو این با این مقدمه بنده مراقبه مرحله اول رو بر اساس آنچه که مرحوم علامه فرموده بودن و من مقیدم مراقبه رو استنادش رو مرحوم علامه نگم، استنادش بنابر روایات حضرات ائمه علیهم السلام و آیات قرآن، ولی خب نظمش برگرفته از بیانات این بزرگواره. ببینید مراقبه مرحله اولی که می‌فرمودن همون حفظ ظاهر حریم شرع مقدس در حلال و حرام الهی است. به این ترتیب که می‌فرمودن که شخص می‌باید در 1/40، 2/40، 3/40 هر مقدار که جواب بگیره باید مقید باشه آنچه که شارع مقدس فرمود به لحاظ فقط واجبات و محرم، باید مواظب باشه تماما انجام بده. طبعا در اینجا گناهان صغیره و گناهان کبیره رو هر دو رو در بر میگیره.
و واجبات هم خب روشنه، واجبات چه واجباتی که ترک اونها گناه کبیره محسوب میشه، چه واجباتی که ترک اونها گناه صغیره باشه که ما نداریم. یعنی بعضی از فقهای ما فتواشون این است که همه گناهان کبیره است. حتی در رساله های فقهی اخلاقی اگر رفقا مراجعه کرده باشن، حتی یکی از گناهان کبیره استخفاف اوامر الهیه. خوب عنایت کنید، استخفاف یعنی انسان سبک بگیرد دستورات پروردگار رو. وقت اونجا توضیح میدن که در اینجا اوامر ندبی و وجوبی رو هم دربر میگیره، یعنی یک امر الهی امر استحبابیه، انسان انجام ندهد اشکال نداره، ولی خفیف دونستنش، یعنی بگیم برو بابا چقدر تو چی حرفایی میزنی، همین این میشه گناه کبیره. بذارید من یه مثال عینی بزنم. مثلا ببینید رفتن به نماز جمعه مستحبه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، واجب نیست انسان نماز جمعه بره، خب پس میشه عمل مستحب. اما یکی نماز جمعه نمیره، بهش میگن چرا نماز جمعه نمیری، یا به خودش میگن چرا نماز جمعه نمیری، میگه خب دیگه حالا نمیرسم، باید برم، ولی خب راه دوره فلان، یعنی بهانه های اینطوری میاره. یعنی در واقع میگوید گویی نماز جمعه رو من قبول دارم مستحبه، بایدم رفت، برای آقایون البته باید رفت، ولی حالا ما کوتاهی میکنیم. یا نماز شب مستحبه، بهش میگیم چرا نماز شب نمیخونی، میگه خب یه تنبلیه دیگه، جوونی، شب دیر میخوابیم، از این حرف. اما یکی بیاد بگه برو بابا حال داری، نماز روزش هم من سخت میخونم، نماز شب بخونم، این میشه گناه کبیر. چرا؟ چون استخفاف امر ندبی پروردگار. یا بهش میگه چرا نماز جمعه نمیری، میگه برو بابا دیگه این همه را کی حال داره، مثلا میشه گناه کبیره. لذا میخوام به رفقا عرض بکنم گناهان کبیره فقط گناهان بیان شرعی علیاذ بالله مثل شراب خوردن، قمار کردن، غیبت کردن، اینا نیست. حتما باید سالک که استاد فراوان به این توصیه میکردن، این که مرحوم آیت الله آستلی آقای قاضی میفرمودن سالک باید مجتهد باشد، در این دستورم هستش که باید حتما مجتهد باشد، این نه به این حساب که صاحب فتوا باشه، به این جهت بود که سالک باید ریز به ریز احکام شرع خودش رو خودش بداند، یا اجتهادن یا تقلیدن، که به این مطلب تصریح میکند مرحوم بحرالعلوم علامه بحرالعلوم. لذا در همین اول مرحله مراقبه یکی از کارهایی که سالک باید انجام بده، به من الان به همه عزیزانم توصیه میکنم، این است که مسائل مبتلا بهش رو انسان دقیقاً از رساله های عملیه یاد بگیره، که در نتیجه مبتلا به گناه کبیره من حیث لا یعلم نشود، وارد جهنم نشود من حیث لا یعلم. پس نتیجه این شد در مراقبه مرحله اول، اولین قدم حفظ ظاهر حریم شرع مقدس. موافق ببینید بلا فاصله این در نظر داشته باشید، هر کس به شما، اصلا کاری به دستورات مرحوم علامه نداره، ما حتی در روایات هم هر جا دستور مراقبه میاد بلا فاصله پشتش دستور محاسبه میاد. لذا اگر کسی فراموش کرد بگوید محاسبه، این نه به این معناست که ما محاسبه نداریم، مراقبه کنارش محاسبه است. درست مثل اینکه یک دانشجوی توی دانشگاه یه واحد بهش عرضه بشه، بگه من یه ترم این واحد رو میخونم اما امتحان نمیدم، معنی نداره. واحد بعد موقعی قبول میشه و رد میشه نمرش که حتما امتحان بده. محاسبه یعنی امتحان، محاسبه یعنی حساب کردن اینکه چقدر مراقبه در روان من جای گرفت. من فراموش کردم اینجا به استاد سیف نکردم اون بیان مرحوم علامه بحرالعلوم رو، که ایشون میفرماید که فراوان تاکید میکند در اون اول کتاب سیر و سلوک بحرالعلومش، وقتی این روایت شریفه من خیر الاعمال ما چی است، خیر الاعمال من ما قل و دامه، بهترین کارها و بهترین اعمال این است که کم باشه ولی مداوم باشه. بعد ایشون در بحث اربعینیات که شروع میکند و میگوید اون روایت شریفه رو میاره که من اخلص لله اربعین صباحا جر الله له ینابی الحکمه من قلبی علی لسانه. ایشون همینجا استفاده میکند از این روایت شریفه که انسان تو هر مرحله مراقبه به عبارت میشود استقرار در هر منزل، و
ولذا منازل سلوک رو 40 به 40 گرفتن به همین حساب گرفتن که یه 40 انسان باید روحش، جسمش، جوارحش، قواش به اصطلاح توی مرحله مراقبه خیس بخوره، به تعبیر اهل سلوک نهادینه بشه. لذا ممکنه کسی چشمش در این مرحله اول کنترل کنه خودش رو، اما گوشش کنترل نکنه. ممکنه زبان کنترل کند، مثلا فرض کنید یه عضو دیگه کنترل نکند، به خصوص زبان خیلی دیر تحت کنترل در میاد. لذا توصیه میکردن که در مراقبه انقدر باید شخص بماند که این همه جوارح توش بمونه. مرحوم علامه بحرالعلوم یه شعر یا اینجا میخوند، میگوید خلیلی قطاع الطریق الی الحما کثیر ولکن واصلوه قلیل. خیلی ها را میفتن تو سیر و سلوک، اما مهم دیگه کی به نتیجه میرسه. شعر حافظم دارم فکر میکنم خیلی زیباست، شعر اولش همون قصده اولش چیه؟ میگه که عشق آسان نمود علا بله یا ایها الساقی، میگه عشق آسان نمود اول، همه گفتم بسم الله ما عاشقیم، ولی افتاد مشکل ها، وقتی راه اومد تازه مشکلات شروع میشه. لذا رفقا این که عرض میکنم ساده نگیرن. ولی نکته مهمی که تو این دستور هست که این دیگه خواهش میکنم به این نکات ظریف دقت کنید، تو هر مرحله مراقبه که ما هستیم محاسبه رو تو همون مرحله باید انجام داد. محاسبه رو بیش از حد بگیریم مثل این مونه که یه دانش آموز بهش ریاضیات مثلا کلاس ششم ابتدایی رو میگیم، موقع امتحان میام ریاضیات کلاس دوم دبیرستان امتحان میگیریم، نمرش کم میشه، عیبو به خودش میکنه و مایوس میشه. نه، محاسبه باید در بر اساس همون مراقبه باشد. لذا این روایت شریفه که فراوان ما روایت داریم، من یک نمونه آوردم، این روایت از امام صادق علیه السلام است. حضرت میفرماید که من جوان بودم و خودم رو در عبادت خیلی به زحمت انداختم. این امام است میفرماید، میفرماید اجتهدت فی العباده و انا شاب، من خودم رو خیلی در عبادت به زحمت میداختم در حالی که جوانم بودم. ظاهرا در هنگام، من صدر و ذیل روایت دیدم میاد، در هنگام طواف در خانه خدا بود که میگفت من پدرم من رو دید که خیس عرق هستم، از سر و روم داره عرق میریزد، بعد من رو صدا کرد، فقال لی ابی یا بنیه، پسرم دون ما عراک تسنه، کمتر از این من تو رو ببینم داری خودتو اذیت میکنی، فان الله عز وجل اذا احب عبدا رضی عنه بالیسیر، خدا اگر بندش رو دوست داشته باشه همون عبادت کمش رو قبول میکنه. این یه معنای لطیفی داره که معنای لطیف رو عرض کنم. معناش یعنی این که اگر ما در مراقبه مرحله اول قلبمون رو از حرام الهی پاک کردیم، علامت قبولی مراقبه و موفقیت هم اینه، انسان آرام آرام یک احساس محبت و لذتی از نمازش، از عباداتش باید کم کم براش به وجود بیاد. این کی حاصل میشه؟ موقعی که قلب مقبول درگاه الهی بیفته. شما دیگه الان الحمدلله این مثالای اینجوری خیلی خوب متوجه میشید. شما میبینید یه کامپیوتری که ویروس گرفته باشه، شما هزار بیایید برنامه های خوب رو بخرید بریزید توش، جواب نمیگیرید. برنامه ایراد نداره، کامپیوتر ویروس گرفته. شما میایید کامپیوتر ویروسشو پاک میکنید با این برنامه هایی که ویروسیابه، پاکش میکنید، یه فلش ویروسدار میزنید بهش، دو مرتبه میبینید کار خراب شد. میبینید یه مصاحبه، یه ملاقات. به عبارت دیگه ما حاصل اینه، این ظرف قلب تا پاک نشه از حرام، هزاری هم انسان مانوس با عبادت بشه، هی قرآن زیبا گوش بکنه، هی دعای زیبا بخواند، هی شعر بخواند، میبینه اصلا انسی نداره. اما به محض که قلب پاک میشه، یه ذکر یا حسین به گوشش میخوره، انسان منقلب میشه، یا آیه شریفه بهش به گوشش میخوره، منقلب میشه. چرا؟ چون اون ویروس هاست که مزاحمه، و الا نه از آیه ایراد هست و نه از اون حال و موقعیت و اون سخنران و اون مداح و اون شعر شاعر و این حرفا، گیر از خودته. لذا در اینجا حضرت که می فرماید اذا احب عبدن، اینو عنایت کنید که من علامت میذارم،
ازا احب عبدن به این معناست خودتو پاک کن در هر مرحله. مطمئن باش عبادتی که مقرب باید باشد عبادت کم برای تو مقربه. یعنی رضیه انه خدا از او رضایت پیدا میکند، یعنی برای تو تقرب ایجاد میکند. و عبادت بدون مقرب ما اصلا نداریم، عبادت باید مقرب باشد. پس اگر ما تقربی پیدا نمی کنیم به فرض، باید ببینیم گیر از کجاست. معمولا گیر از عبادت نیست، از قلبه. پس بنابراین مطلب اول این شد که اولا مراقبه، اول مراقبه بر حلال و حرام بود. تقریبا این مراقبه یک سال طول میکشه، یه اربعین دو اربعین جواب نمیده. یعنی باید برای انسان ملکه بشود اینکه روح انزجار پیدا کند از حرام الهی. و این همون مطلبی است که گفتم مرحوم علامه بحرالعلوم میگوید، که شعر دیگه ای هم داره که بعد یادم رفته که شعر عربیه، اجارتناس اولش، که ای دوتا همسایه ما با هم دیگه 40 منزل فاصله داریم، تا از یه منزل به منزل بعدی بخوای بیای مراقبه مرحله اول و مراقبه مرحله دوم طی بکنی، باید 40 منزل رو طی کنی. تا موقع که کاملا طی نکردی به معنی که مراقبه رها بشه یا به منزل دوم انسان بیاد، منزل اولو کامل نکرده باشه، مثل این میمونه که سر انسان بزرگ بشه اما دست انسان کوچیک بمونه، قلب انسان بزرگ بشه پای انسان کوچیک بمونه، یه همچین حالتیه. پس منو برای این اساس محاسبه با این مراقبت بخونه. حالا توی این زمینه مرحوم سید ابن طاووس که از به اصطلاح به جناب سید میگفتن سید المراقبینا، یعنی ایشون استاد همه اساتید سیر و سلوک بوده، لذا تماما بدون استثناء بنده در احوالات بعد از این بزرگوار میبینم همه خدمت سید ابراز خضوع میکردن. حتی بنده خدمت استاد دیدم میاد، میگفتن ما خدمت مرحوم علامه که بودیم روایتی رو از کتابهای سید نقل میشد بدون مدرک که فراوان هم هست. ایشون مثلا در مفتاح الفلاحش خیلی روایت بدون مدرک نقل میکنه، در کتاب اقبالش روایت دعاهای بدون مدرک یا مدارک مرسل فراوانه، ولی معمولا میپذیرن میگن سید گفته. حتی مرحوم آشخباس قمی با اون دقت نظرش وقتی از اقبال الاعمال مرحوم سید چیز رو نقل میکنه میگه سید گفته، اینقدر مورد احترام است. و شما در بقایع الایام من دیدم وقتی نوبت میرسه به احوالات مرحوم سید طاووس، مرحوم آشخباس قمی رحمت الله علیه میگوید سید المراقبین اعلی الله مقامه الشریف، هی شروع میکنه تعریف کردن بعد احوالات ایشون رو میگه. قرارم به اینه، ایشون برای مخاطبینش که عمدتاً پسرش هم بوده، چون ایشون یه پسر بیشتر نداشت، همه چیزو برای پسرش میگفت، که همون که کشف المحجل ثمرت المحجه اصلا وصیت نامش برای پسرشه، بعد کتاب شده. ایشون خطاب به پسرش میگوید من اصلا مهمترین چیز رو در سیر و سلوک محاسبه میدونم، لذا کتاب مینویسد تحت عنوان محاسبت النفس. این که عرض میکنم از کتاب محاسبات نفس مرحوم سیده. ایشون روایات متعددی رو نقل میکنند که انسان تا در زندگی محاسبه درست نداشته باشه مراقباتش مراقبات درستی نیست. ملاحظه فرمایید، روایت این که عرض میکنم روایتی است که از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه هست، میفرماید می‌فهمد من شب معراج وارد شدم در عوالم مختلف، بعد میگوید بعد درهای جهنم چیز بود بستا کلماتی دیدم نوشته، در اول چی، در دوم تا در هفتم، و علل باب صاب امن النار مکتوب ثلاث کلمات، رو در هفتم این سه کلمه رو دیدم نوشته شده است، که نوشته شده از حاسبوا انفسکم قبل ان حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو به حساب بکشید قبل از اینکه یه روزی بیاد که دیگران شما رو پای حساب بکشن. و وبخوا انفسکم، خودتون رو توبیخ کنید قبل از اینکه روزی بیاد که شما رو توبیخ کنه، قبل ان توبخوا. بعد چرا؟ چون یه روزی که شما رو توبیخ کنن یا محاسبه کنن
و شما شرمنده بشید دیگه نمیتونید توبه کنید. قبل از اینکه اون زمان برسد و بتوانید توبه کنید این کارو بکنید. که من یه روایت که دیدم خیلی روایت تندیه، خیلی واقعا هر وقت من یاد این میافتم چه بسو بگم خدمت شما، هم شما هم روحتون تلخ بشه، که دارد که در روز قیامت بعد از حساب و کتاب عده‌ای از امت پیغمبر اکرم را به سوی جهنم میبرن و اینها شروع میکنن های های گریه کردن. بعد تا میرسن به لبه جهنم اونها تقاضا میکنن از خازن ملک جهنم که ما رو زود وارد جهنم نکن، بذار ما یه خود گریه کنیم با حال خودم. بعد اونجا وای میسن، انقدر گریه میکنن که در مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنند، انقدر گریه میکنن که اشکشون تموم میشه، شروع میکنن خون گریه کردن. بعد خازن جهنم رو بهشون میکنه، میگه این خونم گریه کنه دیگه الان فایده نداره، ای کاش یک قطره از این اشکاتون رو در دنیا میریختید الان اینجا نبودید. حرف من اینه. خازن میگوید ای کاش یک قطره از این اشکایی که الان دارید خون گریه میکنید تو دنیا میریختید که الان جاتون اینجا نبود. ببینید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وبخو انفسکم قبل ان، به خصوص بر در جهنم نوشته شده قبل ان توبخو، ادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا علی ولا تقدرون علی ذلك، گریه کنید دعا کنید خدا رو بخونید قبل از اینکه بر او وارد بشید، هر چی خدا رو بخواید بخونید نتوانید بخونید. این آیه شریفه رو ملاحظه کنید دیگه، و یدعون الی السجود لا یستطیعون، یا آیه دیگر دارد لا یؤذن لهم فیعتذرون، حتی بهشون اجازه عذرخواهی داده نمی شود، اجازه توبه کردن اجازه شون. خب آیه شریفه دارد دیگه، اهل جهنم میان حرف بزنن بهشون میگن چی هست، آیه خیلی فوق‌العاده است که به سگ وقتی که او میکند بهش میگن چی، بلند بگید آه بله 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 قیل نه قولنی بله قیل اخسعو، بله بهشون گفته می شود اخسع، ببینید اصلا اجازه صحبت داده نمی شود، قیل اخسعو فیها ولا تکلمون، حرف نزنید. ببینید اینا رو انسان به یاد بیاره نیمه های شب و در نتیجه محاسبش دقیق بکنه. در روایت دیگر دارد که امام صادق می فرماید، میفرمایند که امام باقر علیه السلام میفرمایند، میفرمایند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، جز به شیعیان ما نیست کسی که هر روز خودش رو به حساب نکشه، فان عمل حسنا استزاد الله من و حمد الله علی، اگر کار خوب کرده از خدا بخواد توفیقش رو بیشتر کنه و خدا رو شکر کنه، و ان عمل سیئا استغفر الله من و توبه. بعد نکته بعدی که در اینجا هستش که اتفاقا تو این نکته در باب سیر و سلوک خیلی نکته حساسی است، این صرفا روایات اخلاقی نیست، روایات کاربردی برای سالکه، به این معنا که یکی از راه‌های خدعه شیطان به سالک بهانه گرفتنه. یعنی به محض اینکه مثلا فرض فرمایید انسان محاسبه میکنه، حالا میگم کی محاسبه کنه، با تو روایت داریم محاسبه میکنه، میگه آره فلان جا مثلا غیبت کرده، بعد مثلا میگه خب بله دیگه باید غیبت میکردم دیگه، شروع میکنه توجیه کردن، خب اونجا این اتفاق افتاد من بعد اونجا تظلم میکردم، از این حرفا، میرسه اونجا دروغ گفته شروع میکنه توجیه کردن. یعنی خلاصه در محاسبه کردن انسان یک نوع مداهنه‌ای با خود میکند و در نتیجه میخواد خودشو تبرئه کنه. خب ما خودمون اینجا راحت میتونیم تبرئه کنیم، اما آیا در مقابل پروردگاری که ظاهر و باطن ما را میداند میتوانیم تبرئه کنیم به این راحتی؟ این روایت رو پیغمبر اکرم، این روایت در باب سختگیری در محاسبه است، که میفرماید لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریک. ما مؤمن رو مؤمن نمیدانیم مگر اینکه سخت‌تر از محاسبه که دو تا شریک موقعی که میخوان از هم سواشن یا موقعی که میخوان سود و زیان رو تقسیم کنن چجوری حساب ریز بریز همدیگر رو میرسن.
چجوری هر تیم طرف مقابل میخواد بهانه بگیره اون طرف جواب میده بهانه‌شو. سخت‌تر از محاسبه شریک از شریکش شروع کنند. یا و سید عبده، یه مولای عبد خودشو برای کاری میفرسه، بعد طرف دست خالی برمیگرده شروع میکنه بهانه آوردن. شما گفتیم من برم بازار گوش بخرم، خب مغازه بسته بود، قصابیه گوش نداشت. مولا نمیگه خب اب نداره، میگه بغلتیشو میخواستی نگاه کنی، میخواستی بری اون بازار اون طرف، میخواستی سب کنی در مغازهشو باز کنه. یعنی هی بهانه ها رو جواب میده. لذا میفرماید و سید عبده. یا در روایت دیگر دارد که این از باز رسول اکرم صلوات الله و سلام علیهم اجمعینه، حضرت میفرمایند لا یکون الرجل من المتقین. اینا خیلی حرفه وا، یعنی این من سریرت میشم بگیرید کداشو، که ما شخص رو متقی نمیدانیم حتی یحاسب نفسه و اشد من محاسبت شریک شریکه. بعد مهم ادامه شه، فیعلم من عین مطعمه، ببینه قضا از کجا تهیه کرده، و من عین مشربه، و من عین ملبسه، امن هلن ام من هر. معنا روشن. خب این تمام. بعد عرض بنده این بودش که در محاسبه یکی از نکاتی که بنده به رفقا میگم، حالا دارم عمومی میگم برای اینکه عزیزان دیگه اگه اومدم نکاتی رو بعدن عرض کردم این جزئیات رو نگم. ببینید معمولا در محاسبه دستور داده میشد اینها رو بنویسن. چرا؟ برای خاطر اینکه افراد بنابر شرایط جسمی، بنابر شرایط خانوادگی، به خصوص بنابر شرایط کاری، گناهاشون معمولا اگر جمع بزنن گناهای محدودی. مثلا ببینید ماها در میان گناهان کبیره معمولا مبتلا به شرابخوری نیستیم، معمولا مبتلای به قمار مثلا نیستیم. همینطور بشمونید گناهان دیگر رو، خیلی از گناه اصلا زمینش برامون فراهم نمیشه. اینو کی میفهمیم؟ موقعی که محاسبه دقیق میکنین مینویسین. مثلا ببینید بنده کاملا کاربردی به شما بگم، مثلا فرض فرمایید به کسی گفته میشود مراقبه شما بر اساس حلال و حرام الهی باشه. این شب که میشه که حالا داریم اینجا قبل از خواب میخواد محاسبه کنه، میبینه که وقتی که از فلان خیابون رد شد چشش به نامحرم زیاد افتاد، یا توی دانشگاه معمولا وقتی فلان واحدو میگیره تو فلان واحد معمولا من به گناه زیاد میگیره. خب من نمیگم حالا از اون خیابون رد نشه، این درست شیخ الرئیس بو علی سینا دقیقا همین مثال رو میزنه، میگه انسانی که در معرض خطر حمله یه حیوانات هست تو خیابون معمولی که داره رد میشه که گارد نمیگیره. معمولا وقتی که در منطقه ای که در اونجا قبلا گفتن آقا تو اینجا سگ زیاد رفت و آمد میکنه، گارد میگیره، مراقبه تاست داری سگو میشنوه زودی یه راه دیگه میره، یا لااقل لباسی که بتونه حمله کنه چوب دستی برمی‌داره. چرا؟ چون به اصطلاح امروزی ها حریم گرفته، گارد گرفته، مراقبه که ضربه نخوره. خب وقتی که ما بی حساب در مقابل گناه قرار بگیریم، مثل آدمی مونه که بدونی که حریم بگیره یه دفعه شیطان حمله میکنه و قطعا ضربه میخوره. لذا شیخ الرئیس تعبیر زیبایی داره، میگه به کسی که چاه توالت عذر میخوام میکند گفته می شود لباسی بپوش که اگر آلوده شد بتوانی اون رو به سرعت تطهیر کنی. با آدمی که تو مغازه عطر تو بازار عطر فروشی حرکت میکنه که نمیگن لباسی بپوش که عطر بهت نخوره که. خب گناه چاه فضولاته، گناه چاه منجلابه، ما میخوام تو گناه وارد بشیم. ببین بنده وقتی میخوام برم نماز جمعه میدونم آدمایی که من حرف میزنن معمولا نه گناه میکنن نه غیبت میکنن، ولی وقتی میخوام برم تو بازار فلان خیابون آلوده تهران یا فلان دانشگاهی که معمولا آلودگی داره میدونم در معرض گناه هم حریم میگیرم. دقت میفرمایید چی حرف میکنم؟ این کی معلوم میشه؟ موقعی که اینطوری کاملا کار بردی انسان آخر شب، مثلا روزای اول محاسبه با، چون بعد دیگه ساده میشه. من محاسبه میکنم میبینم که چشم به نامحرم افتاد، خب به همین سادگی عبور نکنیم، من در فلان مکان فلان ساعت به این دلیل یادداشت کنه با، به این دلیل چشم به نامحرم افتاد. حتی اگر نامحرم خاصیه، مثلا دانشجوه معمولا به فلان دختر خانوم ناچاره که برخورد کنه،
بگه با فلان دختر خانم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که فردا که باز وارد دانشگاه میشه همون ساعت کلاس داره با همون خانم دختر، دیگه اندفعه گارد میگیره، نمیاد یه جا بشینه که درست رو بروش قرار بگیره، نمیاد یه جایی قرار بگیره که معمولا، نمیاد زمینه سوال، اگه اون میاد سوال میکنه زمینه سوال فراهم نمیکنه. ببینید امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم به ما دستور دادن در معرض گناه با آدمای گناهکار که برخورد میکنیم یه جور برخورد کنیم که رو بهشون ندیم با ما زیاد خوشو بش کنن، با قیافه‌های اخمالو، حالا نمیخوام بگم حزب الله جماعت اخمالو باشه، ولی نه، در مقابل گناه چه مانعی داره؟ داره موسیقی در محل موسیقی پخش میشه، احساس کنیم که ما ابراز کنیم که ما ناراحتیم. بنده الان خیلی این کارو میکنم، حالا رفقا نمیخوام بگم این کارو بکنید، ولی واقعا در این موقع قرار بدید، خیلی از مجالس عروسی دعوت میشه انسان داره موسیقی پخش میشه، من معمولا سوال میکنم کسانی که احتمال هست، میگم عزیزم منو دعوت کردی موسیقی میخوای پخش کنی؟ میگه آره. میگم تا چه ساعتیه؟ من به تو احترام میذارم ولی بگو چه ساعتیه، اون ساعتی تموم میشه من بیام. حتی همین چندی پیش بود رفتم یه مجلسی دیدم موسیقی پخش میشه، به صاحب مجلس گفتم خب تو که میدونی چرا من دعوت کردی؟ گفت شما تشریف داشته باشین تو این لابی، همین بستا پایینه، تا تموم بشه. گفتم شما منو برای لابی دعوت کردی یا برای اون بالا؟ احترامی که برای میهمانان گناهکارت گذاشتی بیش از احترام به منه. و چهار تا مثل من آدمای موجه مؤمنی که همه تو لابی قدم میزدن، عذر میخوام، یکی تو توالت معطل میشد، یکی تو خیابون داشت قدم میزد، یکی نمیدونم تو نمازخونه سالون داشت قدم میزد که چی، حالا موسیقی تموم شه. ببینید اینجور جاها انسان برخورد کنه، مخصوصا الان، چون الان داره حریم گناه تو جامعه ما هی داره بیشتر میشه متاسفانه، و ما وظیفه ماست که نمیگم حالا تو خیابون یقه فلان خانم بی حجاب بگیری، ولی لااقل تو فضای خانه خودمون، تو فضای فامیل خودمون که یک احترامی داریم حریم گناه رو حفظ کنیم، در مجلسی که زن نامحرم هست تو فامیل خودمون لااقل یا شرکت نکنیم، یا بگیم باید یا من باشم یا فلانی، یا لااقل روبروش نشینیم یا خوشو بش نکنیم. از این قبیل علیال من عرضم به اینه که ما در این مرتبه از مراقبه در نظر داشته باشیم وقتی محاسبه میکنیم چالش های به اصطلاح خودمون رو کشف کنیم، که در نتیجه وقتی تکرار میشه فردا پس فردا، بنده فراوان برخورد کردم، خودم میگم ولی چون تجربه تو این کار زیاد دارم دارم به شما میگم، فراوان برخورد کردم یه اربعین این دستور داده میشه، طرف میگه آقا هیچ تکون نخوردم، امکان نداره. چرا؟ محاسبش درست نبوده، یعنی به گناهانی آلدشته. حالا گناهان بیان خیلی روشنه، من مثال نامحرم و محرم رو زدم، یه عده ناخودآگاه شوخی که میخوان بکنن تو شوخی تحقیر مؤمن میکنن، اصلا توجه نداره که این گناه کبیره. خب تو محاسبه باید معلوم بشه و از این قبیل. لذا پس باز توصیه پایانیم که دیگه وقت بنده تموم شد، در مراقبه یه در این مرحله حتما باید محاسبه باشد تا برسیم محاسبات مراحل بالاتر. در محاسبه باید نوشته شود یک اربعین دقیق، نه اینکه از صبح ما بنویسیم که من 8 اخواب بیداشتم، 8 و نیم صبحونه خوردم، 9 رفتم سر کار، این فایده نداره. یعنی محاسبه این ما تو حلال که نمیخوام محاسبه کنیم، فقط محاسبه در جاهایی که انسان دچار گناه شده است یا ترک واجبی کرده است. نماز امروز صبح هم قضا شد، چرا قضا شد؟ دلیلشو بنویسه. دیشب دیر خوابیدم، غذای سنگین خوردم، امتحان داشتم، که دفعهای دیگه همون اتفاقات که میفته بتواند جبران کنه. ان شاء الله بقیه عرایضم رو خدمتتون عرض کنم. صلواتی رفت بدون عذر باید خودشو توبیخ کنه. حالا نماز شب نتونست بخونه، اگر خواند آفرینا، نتونست بخونه توبیخ نداره، چون محاسبه بر اساس مراقبه مربوطه باید بشه. خب میریم تو مرحله بعد. ببینید چند تا نکته رو قبل از که مراحل بعد طول میکشه، من چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید اولا مراقبه باید همیشگی باشه، و بعد هم این خیلی نکته است که من تند رد شدم و قبلا چون توضیح دادم تند نمیگم، یعنی معمولا عرف
بسا متشرعین در این مراقبه همه هستند، یعنی مقیدن حلال الهی رو انجام بدن، عذر میخوام واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک کنن. خب اما چرا معمولا اثرش خیلی کمه تو عرف مردم؟ به خاطر اینکه فقط در مقابل گناه به یاد مراقبه میفتن، در سایر اوقات نه، نفسشون رهاست، یا در هنگام انجام واجب به فکر مراقبه، در سایر اوقات نفس رهاست. در حالی که عرض کردم خدمتون مراقب یعنی کنترل، مراقب یعنی کسی که دائما نفسش در تحت کنترلش، که دائما مدیریت داره میکنه. مفهوم مدیریت یه وقت مثل اسب سواری میمونه که فعلا اسبشو میخواد توی جاده عرض 3 متر تمرینش بده که توی 3 متری بره، بعد کم کم مراقبه که سخت‌تر شد تمرین میده عرض 2 متری، کم کم 1 متری، کم کم بتواند از موانع عبور کنه و از این قبیل. ولی اول باید دائم تحت مراقبه باشد، ولی مراقبه توی عرض 3 متری 4 متری که اسب هر جا بخواد تو مزرعه بره، بخواد از یه کوه بالا بره بدون اجازه صاحبش، نه، این میشه مراقبه دائمی. پس منو برای این که میفرماید امام باقر علیه السلام باز روایت به این ترتیب است، میفرماید قال الله عز و جل یا ابن آدم اجتنب ما حرمت علیک تکن من اورع الناس. ببینید اسم شما میگذاریم مراقبه مرحله اول، از سخت‌ترین مراقبه هاست، که میفرماید تو همین حرام ما رو مراقب باش، کنترل کنی، از با ورع‌ترین و اورع انسان ها خواهی بود. در کلام مولا فراوان بنده برخورد کرده، حتی ما روایت داریم که کسی که مراقب است، خوب دقت کنید، کسی که مراقب است ذاکر است و ذاکر دائما عابد است. ببینید پس بنابراین کسی که از صبح بلند میشه مراقب گناه نکنه،